هنر عشق است، هنر زندگی است، هنر معنای زندگی هست. در این بخش برنامه ما مهمان داریم و مهمان ما آقای عزیز احمد سوران که هم نقاش هستند و هم رسام و همچنان چند تابلوی بسیار مقبول و زیبای هم از اثر خودش آوردن. قبل از همه سلام و صبح بخیر خدمت سوران صاحب، خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر باشه. خوش باشیم، ما عرض و سلام و ادب دارم خدمت میندهایت تلویزیون یک و همچنان طاعت عبادت از قبول باشه. قبل از اینکه صحبت شروع کنم یک تسلیت میگم برای کسایی که در غرب کابل در این حادثه بسیار غمناک اینا آسیب پذیر شدن، برای از اینا تسلیت میگم و برای مریضا شفای عاجل از خداوند خواهان است. تشکر، بخیر باشین سوران صاحب. در آغاز برنامه یک سوال که به ذهن ما میگرده است که فرق بین نقاشی و رسامی در چی است؟ همیشه استاد که ما یاد کردیم از نقاشی و رسامی در ذهن یک تصویر خطور کرده، اما مشخصا فرق رسامی و نقاشی چی است؟ رسامی ابتدای کار است که همیشه با پنسل، با نوکاینی، با پنسل رنگه صورت میگیره، ولی زمانی که نقاشی میگیم نقش با رنگ صورت میگیره که رنگ روغن و رنگ آبی، به مخاطر یه نقاشی میگن و رسامی میگن. حالا نقاشی ساده تر است یا رسامی سرون سر؟ خب تا کس رسامی رو نفهمه نقاشی کرده نمیتونه، چون ابتدای کار رسامی است که باید با پنسل مهارت کامل در اسکیچ چی از فضا، چی از طبیعت است، چی از فیگور است باید داشته باشه، بعد از باز میتونه که روی نقاشی کار کنه. بسیار عالی. در رابطه با وضعیت جایگاه نقاشی در جامعه خود ما سرون صاحب چی میگن شما؟ چطور است؟ وضعیت خوبتر است یا نه؟ ولی ما که سال گذشته تقریبا در چند ولایت من نمایشگاه داشتم برتباط می اطفال آسیب پذیر در جامعه، در خانواده. باور کنین استقبالی که من قبلا شده بودم، صرف در مزار گفتن نمیتونم که در مزار واقعا من دو بار نمایشگاه داشتم و دو بار خیلی هم تقدیر شدم و به حساب هم استقبال خوب شدم. ولی ولایت های دیگه همین جنگ ها تاثیرات خود داره، بالاخره مردم خسته ساخته و در بخش نمایشگاه هیچ وقت ریاست اطلاعات فرهنگ آنچنان که باید لازم بود همکاری نکرده. چرا اونا باید از برای آگاهی مردم باید از یک کار میکردن امروی ما، ولی چیز نبوده. ما مثلا بیرون از مرز خیلی تقدیرنامه دارم، ولی در کشور خود ما جز از مزار در هر ولایتی که ما رفتیم، ولی ما بر خود نمیگم چون ما در سن سال نیستیم که باید تقدیرنامه ما خوشحال شم، یا ولی کسای دیگه که نمایشگاه برگزار میکنن لااقل یک ورق ای فور مثلا کس خود اما قدر زحمت نمیده که ورق ای فور بگیرن سه برای همین هنرمند که در هر بخشش بدن شه. خیلی از هنرمندان دیدیم سه تقدیر نشدن. سوران صاحب، راه هنر نقاشی و رسامی مطمئن استم یک راه بسیار طولانی است، شما به کدام قسمت از این راه رسیدین تا فعلا؟ چند سال از کار میکنین؟ ما حدودا البته تو دوامدار کار نکردیم، یک بار تقریبا 10 سال کار کردم که چند سالی در افغانستان بود و چند سالی در ایران که در ایران ما تقریبا 4-5 نمایشگاه در چند ولایت از ایران برگزار کردیم که در اونجا تقدیرنامه دارم و از آثار ما به حساب عکاسی شده و در اخبار و روزنامه به حساب نشر شده. و در افغانستان هم تقریبا در کل ما 12 نمایشگاه برگزار کردیم. 12 نمایشگاه؟ 12 نمایشگاه برگزار کردیم، مثل ولایت بامیان، جلال آباد، کنر، خوست، مزار شریف، هرات. این کارهای بده به حساب که ما در اینجا. سوران صاحب، در این نمایشگاه ها چقدر تابلوهای شما به نمایش گذاشته شده و آیا این تابلوها رو فروختین یا که نه؟ در داخل نه، چون وضعیت مردم در حد نبوده که اونا به حساب مثلا تابلویی که 10,000 قیمت داشته آمدن گفتن 2,000 نمیشه، به این صورت در حالی که 2,000 رو شاید زیادتر استاد بگن تحفه بر ما بده، نتوان تحفه داده باشیم برسن. همونطور هم شده زب موجود از اینکه ضرر دیدیم مفادش ندیدیم، ولی بعضم چون یک رای است که باید آدم ادامه بده.
ما بعد از 10 سال باز یک وقفه ما تقریبا حدود 17 سال ما مدیر مکاتب خصوصی بودم. کلا از هنر دور بودم. ولی حدودا 3-4 سال میشه دوباره پس به طرف هنر روی آوردیم. چون فکر کردم که عمر بالاخره باقی نمیمونه، باید از خود 4 تا شاگرد به حساب داشته باشم، یک اثر باید خلق کنم. به مخاطر حدودا سال 4 است که ما باز، یعنی در کل میشه 14-15 سال که ما کار نقاشی رو ادامه میدم. بله سوران صاحب، همونطور که در قسمت نوشتن شعر برای یک شاعر حالا یک حال و هوای کار داره که در او حال و هوا خوبتر میتونه که او یک چیز را بنویسه، آیا نقاشی و رسامی هم همین گونه است که در یک قسمتی از زندگی یک هوای دیگه بر آدم بیاید تا که یک نقاشی بکنه، یا نه هر وقت دلش خواست نقاشی میکنه؟ یقینا نمو فرموده شماست. چرا بارها مثلا خواستم روی یک تابلو کار کنم اما حال هوایش نامده، هر چی کار کردیم به دلم نشده، باز مانده میشه کنار، به حساب یک وقفه دادیم یا شروع کردیم به کار دیگه. اما زمانی که هوایش بیاید خود به خود رنگ ها در جاش میخوره، خود به خود یک تنوع در رنگ ها و به حساب در فضا ایجاد میکنه که انسان اینطور مثل یک عالم رویا وارد میشه تقریبا، که نمیفهمی سردی است، گرمی است، گرسنه هستی. بارا مثلا ما گلاس چای پهلوی ماندیم بخورم، یک وقت خوردیم هیچ نفهمیدیم سرد بوده، هم پسان که از کار خلاص شدی دیگه، چای سرد ما، در حالی که چای سرد اصلا خوش ندارم. دقیقاً. تصاویری که هزار سخن را میرسانه سوران صاحب، اگر کم معلومات بتون شما در رابطه با اون نقاشی که خانم هست. خب در این بخش من تقریبا 40 اثر دارم. آها. که امین ماجگاهی که برگزار کردیم بیشتر به خاطر آگاهی مردم بوده، نه به خاطر فروش ها تابلو یا نمایش کارم. چون اطفال در جامعه ما، در خانواده، در مدارس، در مکاتب هنوز هم تهدید میشن، هنوز هم اینا به حساب در کارهای شاقه هستن، هنوز هم اینا مثل این دختر به ازدواجای اجباری به حساب مجبور هستن تن میتن، جلوگیری نشده. بیشتر ما حتی ورکشاپ گذاشتیم در امون نمایشگاه خود، بعد از نمایشگاه بر والدین، بر استادای مکاتب که لط و کوب و سرزنش اینا را از اطفال دور کنین، که واقعا چون نسل آینده امین هستن، وقتی نسل آینده سرزنش شود، تحقیر شود، بالاخره مسیر خود گم میکنه. به مخاطر بیشتر ما کارهای ما روی مسائل اطفال بده. بسیار خوب. و یک تصویری که در پهلوی ما مانده اینجا از یک طفلکی که بانگی است و آب در کوچه ها و پس کوچه های کوه، بسیار مقبول است، بسیار قشنگ است، حالا پیام خوب میرسانه. توجه باید صورت بگیره برای اطفال، برای بانوان و در کل همچنان قشر دیگه جامعه. سوران صاحب، در کل حالا تا هنوز هم عشق شما به هنر نقاشی و رسامی مطمئن هستم که هست، با این همه مشکلات را که یاد کردین در جامعه امروزی در دنیای رسامی و نقاشی، هنوز هم به کارتان ادامه میتین و عاشقانه پیش میرین به این کار؟ یقینا اگر عشق نمی بود اصلا در این شرایط یک تابلو، یک اثر خلق کردن خیلی مشکل است. ما یک ویدیوی بسیار کوتاه از نمایشگاه هرات، ما و همشیریم در هالند است، برای اینا روان کرده بودم. اینا در ما صحبت تلفنی بر ما گفتن، گفت در یک نمایشگاه بود در هالند، مسئولش یک خانم بود و مسئول هم سالون هم یک خانم بود. وقتی نمایشگاه ختم شد گفت، ما گفتم که یک برادر ما هم نقاش است. گفت آنقدر تعجب کرد، مثل از اینکه یک گپ بسیار غیر قابل چیر ویسه گفته باشی. گفت چطور امکان داره در او شرایطی که در او کشوری که همیشه جنگ است و کشت و کشتار است و این همه بدبختی است و این نقاشی میکنه، این آدم نابغه است. گفت ما تا یک فضای آرام نباشه، یک شرایط خوب اقتصادی بر ما نباشه، اصلا قلم کش کرده نمیتونیم. ولی چون گپ عشق آمد دیگه، عشق مانی از این میشه، مانی از این نمیشه که مثلا فضایش نیست یا شرایطش نیست یا امکانات نیست، انسان میره مثلا روی امکارهای خود. واقعا اگر عشق نباشه غیر ممکن است که انسان بتونه پیش ببری و نره. بله، تازه ترین نمایشگاهی که شما برگزارم میکنین سوران صاحب که زیر دست است، کدام نمایشگاهی که شما برگزار بکنین؟ تازه ترین نمایشگاهی ما در پانزده هنر است که من قبل از ماه مبارک رمضان امرای رئیسی و
15 نفر صحبت کردم. اونا گفتن که بعد از اینکه عید بخیر سپری شد، ما یک نمایشگاه داریم برای کسایی که ماستری میگیرن، از ماسترای ماسترینی که از بخش ماستری فارغ میشن و دومی گفت شما هستین. و سوران صاحب، اثراتی که از شما هست اینا به نمایش هم گذاشته میشن بدون شک، اما در رقابت هم رفته کدام تابلوهایی که شما نقاشی کرده؟ البته در رقابت به شکل نرفته، اما در رقابت شرکت کردیم. مثلا سال گذشته در گالری ملی یک رقابت بود که ما قبلا از این آگاهی نداشتیم، چون سالهای دیگه همی تکرار شده بود ولی برای ما جدید بود. اما در اونجا بدبختانه وقتی که ما کار میکردم، کسایی که مسئول بودن به شمول استادایی که تعیید بودن، اینا خیلی رضایتی بودن از کار ما. اما زمانی که درجه بندی شد، اصلا ما در ردیف ششم هفتم رفتیم. اول بود بالاخره دیدیم که تبدیل کردن، در دوم آمدن، بعض آمدن تبدیل کردن، سوم آمدن. مثل از این که نظر به مخواستای بعضی جریاناتی که ما در اونجا دیدم دیگه، من حتی در مصاحبه هم نگفتم، نه ازشان شکایت کردم، گفتم خوب از این که جوانا تقدیر شد و تحسین شد من خوش میشم. ما اگر میفهمیدن که یک شرایط است، اصلا منتها به خاطر از این که تا بتانم من با هنرمندا یک دید و بازدید داشته باشم، در ضمن یک تشویق شد بر دیگران. دیگه این گپا هست. دقیقا. سوران صاحب، یک تابلویی که از اثر شما باشه، بلندترین قیمتی که داشته تا حال چند بوده؟ بلندترین قیمت یک تابلوی ما فرش است، یک قالینچه است که در روی مخمل کار شده. آها. چون 70,000 افغانی قیمت دارد. بسیار خوب. و همچنان تابلویی که مثلا امی تابلویی که از خشونت علیه بانوان هست، و تابلویی که خانم دختر خانمی است و مطمئن هستم که آزار اذیت زیاد دیده، در کل چقدر وقت میگیره که تا این تمام شود کل کارش؟ یعنی در طول چند ساعت یا چند روز هست که باید دوام پیدا بکنه تا یک تابلو و یک تابلویی که بسیار به شوق و به علاقه اون نقاشی شود؟ کار رنگ روغن با کار پنسیلی و رنگ آبی فرق میکنه. در یک دست چیز با کیفیت به دست نمیاد، باید دو سه بار رنگ بخوره. بار اول طرح رنگ میگن که همون رنگ ابتدایی است میزنیم، بار دوم جایی که به حساب خلا داره خلاش پر میکنیم، و بار سوم با نکات ظریفش به حساب پرداخته میشه که تا تابلو بره. بنان اگر یک تابلو رو مثلا در اهمیت کار کنیم، شاید در پنج روز وقفه دار به حساب، روز یک ساعت یا دو ساعت، یعنی در کل اگر بسنجیم یک روز یک تابلو تمام میشه، ولی چون وقفه داره روز یک ساعت دو ساعت بیشتر نمیشه روش کار کنیم. بله. و از نگاه سایز سوران صاحب، یک تابلوی کلانترین تابلوی را که تا حال شما نقاشی کردین چقدر سایز داشته؟ چون پیشتر شما وعده کردین که من حتما به برنامه شما یک تحفه میارم، حالا از این خاطر پرسیدم که اگر یکم که تابلوی ما کلانتر باشه که ما به برنامه بتونیم استفاده بکنیم در آینده. البته تابلویی که ما کلان کار کردیم روی دیوار بوده، روی دیوار سالن خانه بوده، حدوداً 12 متر در 3 متر بوده. با چندین دیوار که ما کار کردیم از 5 متر 4 متر کم نبوده. و تابلویی که جدا از دیوار بوده، حدوداً تابلوی 2 در 3 بوده برای یک مکتب 2 در 3. ان شاء الله که برنامه متمنم 2 در 3 را یک نقاشی میکنیم. ان شاء الله شما فقط هم فرمایشتون برای ما بتین که چیا باشه، چه رقم باشه موضوعش. ان شاء الله حتما استاد واز در برنامه ما شما یاد، حتما شما را که مهمان می داشته باشیم در آینده ها، باز اون تابلو را حتما در سطح برنامه میمونیم. تا چرا نه. بسیار زیاد تشکر از اینکه اومدین سوران صاحب، از اینکه دعوت ما را شما هم همچنان تشکر که برای ما وقت دادین تا اومدیم اینجا حضور پیدا کردیم. بخیر باشید. تشکر از اینکه سلامت باشید. و حالا میان برنامه خیلی کوتاه و در ادامه برنامه هم امروی من بکنیم.